میمون برهنه نویسنده دزموند موریس فصل دوم جنسیت صفحات 27 تا 34 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف میمون برهنه امروزی از نظر جنسی وضع حیرت انگیزی دارد زیرا او از بین پستانداران عالی برخواسته و بعد از طی مراحلی دوباره گوشت خار شده و با حفظ تمام وابستگی ها او عضو پیشرفت ترین تمدن هاست. نخستین تغییرات جنسی که مربوط به تحول اساسی میمون درختزی به میمون شکارشی است در دوره طولانی و همراه با پیشرفت های کلی صورت گرفته است. و حالان که تغییراتی که معلول تمدن است چندان چشمگیر نیست زیرا مدت آن کوتاه و تحولاتش سریع و معلول تربیت و هوش و مراقبت و قبول آداب خاص بوده است بنابراین با تغییراتی که بر بنای نظام زیستی و انتخاب طبیعی روی داده متفاوت است از طرفی می توان گفت گسترش تمدن آنقدرها همه جانبه نبوده که بتواند رفتار جنسی جدیدی بسازد. بلکه فقط ادهی از رفتارهای جنسی که مناسب جامعه بوده قوت بیشتری گرفتند. اگرچه این گفتار کمی جسورانه به نظر می رسد ولی به هر حال بنیاد نظریه ما بر آن است و در پایان فصل هم مجددا به بحث درباره آن خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز لازم است با دقت تمام چگونگی رفتار امروزی میمون برهنه را هنگام فعالیت های جنسی مطالعه و طبق بندی کنیم. بیان این مطلب به علت تنوع فوقلاده آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست. زیرا نه تنها رفتار جنسی جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است بلکه این رفتار در افراد یک جامعه نیز گوناگون است. تنها راه حل این است که نمونه های متعددی از پیشرفته ترین جوامع را مورد مطالعه قرار داده و میانگین آنها را بررسی کنیم. زیرا به علت عدم توفیق جوامع کوچک و عقب افتاده در تغییر عادات جنسی نمیتوان آنها را به حساب آورد. اگرچه آداب و عادات جنسی افسانه ای و متلون این نوع جوامع جالب است ولی از نظر زیستی به ویش تاثیر تمدن که مورد بحث ماست سیر تکاملی مهمی را نشان نمی دهد و فقط برای مطالعه پدیده های جنسی غیرعادی به مراتب مفیدتر از جواب متمدن است اغلب اطلاعاتی که در اینجا نقل می شود عبارت از مجموعه مطالعاتی است که روی فرهنگ معدودی از مردم آمریکای شمالی به عمل آمده است خوشبختانه روحیه مردم این سامان بهترین نمودار وضع میمون برهنه جدید است زیرا این قسمت از دنیا از فرهنگ فوقالعاده درخشانی برخوردارند که از نظر زیستی نیز حائظ کمال اهمیت است رفتار جنسی ویژه گونه ما دارای سه مرحله اختصاصی است. تشکیل جفت، فعالیت های قبل از جفتگیری و جفتگیری عمومی که همه افراد از این مراحل سگانه نمی گذرند. مرحله تشکیل جفت که معمولا به مرحله احساس عشق معروف است، هفته ها، گاهی ماه ها طول می کشد. مقایسه مراحل مختلف عشقی حیوانات مختلف در این مدت فوقلاده جالب و تماشایی است. این مرحله در سایر حیوانات با رفتار تردید آمیزی مشخص شده است. زیرا مبین طلاقی ترس حمله و جاذبه جنسی است. حساسیت و دودلی کم کم تقلیل میابد و علائم جنسی شدید جای آن را میگیرد. این علائم شامل رفتارهای جسمی، تغییرات چهره‌ای و صوتی پیچیده است. نشانه های صوتی نسبت به سایر علایم اختصاصی تر بوده و همراه با رموزی است که برای جفت حیوان قابل درک و به این دلیل حائز اهمیت بیشتر است. تنین صدا بر حسب محتوا تغییر می کند و هرگاه یکی زمزمه عاشقانه سر دهد جفت او نیز به پاسخ عاشقانه و دلچسبی میپردازد بعد از مرحله تظاهرات بسری و صوتی برخوردهای ساده جسمی پیش میآید و وقتی هر دو جفت کنار هم قرار گرفتن به اتفاق تغییر مکان می دهند نخست دست در دست هم می و بعد بازوها را در هم می کنند و به دنبال آن لب به گونه هم میسایند و سرانجام از هم لب می گیرند. و دیده شده است که در طول راهی که طی می کنند گاه گاه می استند و یک دیگر را در آغوش می گیرند. پس از آن ناگهان شروع به دویدن و تعقیب یک دیگر جهیدن و رقصیدن می کنند. یعنی تمام علائم شروع نشاد در آنها آشکار می شود تا این مرحله که مربوط به دوری مقدماتی تشکیل جفت است در اجتماع انجام می گیرد. اما پس از آن مرحله جفتگیری همراه با انزوا و دوری از اجتماع آغاز می شود. در شروع این دوره اغلب جفتها تمایل شدید به دراز کشیدن دارند تماس های دو بدن به تدریج زیادتر شده و با فشار همراه می شود. پس از مدتی کوتاه به از وضع پهلو به پهلو خارج شده و روبروی هم روی یکدیگر قرار می گیرند و خود را به شدت به هم می فشارند. این وضع چند دقیقه و گاهی چند ساعت طول می کشد. در این مرحله علائم صوتی و بصری دیگر اهمیت خود را از دست داده و جای آنها را نشانه های لمسی گرفتند. علائم لمسی شامل جنبش ها و فشار قسمت های مختلف بدن به ویژه انگشتان، دست ها،, لب ها، و زبان است. برای اینکه تماس پوستی به حد اکثر برسد، قسمتی یا تمام لباس را از تن در می آورند و در طول این مرحله تماس دهانی بیشتر شده و فشار لبها به هم شدید، شیرین و طولانی است. وقتی که التهاب به حد اکثر می رسد، یکی از آنها لبها را باز کرده و زبانش را به داخل دهان جفت قرار می دهد. و با حرکت زبان، مخاط حساس دهان او را تحریک می کند. در این مرحله شدت تحریک، قرار دادن لب و زبان در دهان جفت کاری نسبتا معمولی است اما عدهای سایر اندام های بدن نظیر نرمک گوش گردن و حتی اندام تناسلی را در دهان جفت جای می دهند. نر به دلخواه خود با زبان و لبها سینه و پستان و گاهی اندام تناسلی ماده را میلیصد و میمکد گاهی نر و ماده سر ته کنار هم دراز می‌کشند. حیوان ماده اندام تناسلی نر و حیوان نر اندام تناسلی ماده را می‌مکد و در این وضع تمام بدن آنها در هم می‌رود. علاوه بر بوسیدن، لیسیدن و مکیدن، گاهی یکی از جفت‌ها های مختلف بدن طرف مقابل را به دندان می‌گیرد و یا نیشگون میگیرد گیرد. گزیدن با فشار آهسته دندان و نیشگون دور از خشونت انجام می گیرد و به ندرت ممکن است شدید و دردناک باشد. همه ی حمله های تحریک کننده دهانی و تکرار آنها نشانه بارز دخالت پوست در عمل تحریک است. برای لمس بدن و تماس بیشتر دست ها و انگشتان همه جا حرکت کرده و بدن را لمس می کنن. این گردش در بعضی از قسمت مانند صورت، کمر و ناحیه تناسلی با شدت بیشتر و توقف همراه است. تماس های دهانی نر غالبا در حدود سینه و پستان های ماده است. فشار انگشتان نوازشگر که به نوازش مشغولند لحظه به لحظه بیشتر شده و گاهی فشار آنقدر زیاد می شود که ناخونها در گوشت فرو می روند. گاهی حیوان ماده اندام تناسلی نر را می گیرد و در حال نوازش آن رویای جماع دارد. علاوه بر تماس دست ها و بدن گاهی بر اثر عادت تمایل به مالیدن و فشار دادن اندام تناسلی به بدن جفت نیز پیدا می شود. قابل تذکر اینکه سایر تظاهرات از جمله به هم چسبیدن بازوها و رانها همراه با انقباض شدید ماهیچه ها صورت می گیرد. در این حال بدن با نیروی هرچه تمام تر کشیده شده و به وضع اولیه بر می گردد. و به این ترتیب تحریک جنسی به اوج خود می رسن. اگر جفت ها مدتی در این وضع بمانند، طبق اصول فیزیولوژی، تحریک و فشار برای جفتگیری کافی خواهد بود و جفتگیری را نتیجه می دهد. جفتگیری با دخول اندام تناسلی نر به اندام تناسلی ماده آغاز می شود. در این حالت، جفتها به وضع افقی روبروی هم و نر روی ماده قرار گرفتند. در حالی که رانها از هم فاصله دارند. این روش معمولی ترین و اختصاصی ترین روش جفتگیری است. و سایر روش ها بعدا توضیح داده خواهد شد. پس از قرار گرفتن حیوان نر روی ماده و دخول اندام تناسلی نر به اندام تناسلی ماده جنبش موزون کمر در حیوان نر آغاز می شود. مقدار فشار و سرعت عمل را به آسانی می توان تغییر داد. و اگر مانعی وجود نداشته باشد معمولا فشار و سرعت به نهایت می رسند. به نسبتی که عمل جفتگیری پیش می رود از تمایل شدید به تماس دست ها و دهان و لطف به هم پیچیدن و در هم فرو رفتن کاسته می شود. بعد از این وضع غالبا تحریک فرد متقابل مدتی دوام دارد. طول مدت جفتگیری به مراتب کوتاهتر از دوره قبل از جفتگیری است و چند دقیقه بعد از شروع جفتگیری مرحله انزال نر فرا می رسد که حیوان نر می تواند کمی آن را به تأخیر بیاندازد. شاید عمل جفتگیری ماده سایر پسانداران عالی همراه با انزال نباشد ولی در میمون برهنه که خود یک حیوان است هنگام این مرحله وجود خواهد داشت که مدت جفتگیری به درازا بکشند. در این صورت تمام آثار و هیجانات مربوط به انزال به جز دفع اسپرم که در حیوان نر مشاهده می شود در ماده هم ظاهر می گردد. شدت هیجان در حیوان ماده بیشتر است. مدت زمانی که طول می کشد تا ماده ها به این نقطه تحریک برسند مختلف بوده. ولی معمولا بین 15 تا 25 دقیقه بعد از شروع جفتگیری آغاز می شود. از نظر زمان لازم برای تحریک نهایی بین حیوان نر و حیوان ماده اختلاف بسیار است و معمولا در ماده ها مدت بیشتری طول می کشد. بحث در مورد این موضوع وقتی لازم است که بخواهیم انواع عملیات جنسی را مطالعه کنیم. در اینجا لازم به یادآوری است که رساندن ماده به نقطه تحریک شدید به راههای مختلفی که اشاره می شود امکان پذیر است خودداری حیوان نر و به تأخیر انداختن عمل انزال تشدید تحریک ماده قبل از دخول وجود مانع برای نزدیکی حفظ شدن حالت تحریک نر بعد از دفت شروع تحریک بعد از لحظه استراحت که در این صورت باید تماس جنسی را کاهش داد تا دفع خود به خود به تأخیر بیفتد و زمان کافی برای رسیدن ماده به مرحله خود و تحریک فراهم شود. وقتی که جفت ها به مرحله تحریک نهایی و انزال رسیدن دوره جالب استراحت پس از تلاش است. حال که از تحریک های جنسی سخن گفتیم لازم است که اکسل عمل های جنسی را هم مورد مطالعه قرار دهیم. آیا بدن در مقابل این تحریک شدید چه اکسل عملی نشان می دهد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که در هر دو جفت تعداد ضربان قلب بیشتر فشار شریانی بالاتر و تنفس تندتر می شود. این تغییرات در طول قبل از جفتگیری نمایان شده و در مرحله انزال به نهایت شدت خود میرسند. ضربان قلب انسان در حالت طبیعی بین 75 تا 85 بار در دقیقه است. این تعداد در مراحل اولیه تحریک جنسی به 95 تا 100 در تحریک های شدید به 135 و در اوج تحریک یعنی مرحله انزال به 150 بار در دقیقه می رسد. دستگاه سنجش فشار خون در مرحله انزال بین 40 تا 100 میلی لیتر جیوه را نشان می دهد. به نسبتی که تحریک تشدید می شود، تنفس هم سریعتر و عمیقتر می گردد. تا اینکه در مرحله انزال جفت ها به نفس نفس می افتند و تنفس آنها همراه با نفس و ناله است. و تنفس آنها همراه با نفیر و ناله است. هنگام انزال قیافه متشنج، دهان باز و سوراخ بینی متسه است و این درست شبیه پهلوان کشتگیر در آخرین مرحله زورآزمایی و یا یک موجود زنده در شرایط کمی حواست. تغییر مهم دیگری که در طول تحریک های جنسی حاصل می شود اختلال قابل ملاحظه در تقسیم خون است. در این حالت خون از عمق بدن به بخش های سطحی می آید و انقباز رگ های آورنده خون به پوست نتایج موثر دیگری به دست می دهند. این وضع بدن را برای لمس بیشتر گرمتر می کند. و کانون سوزانی برای انفجار جنسی به وجود می آورد و تغییرات ویژه ای را در مناطق معینی از بدن نتیجه می شود. در تحریک های شدید نوعی سرخی مخصوص جنسی دیده می شود. انتشار این سرخی از ناحیه معده و قسمت فوقانی شکم شروع شده و به بخش فوقانی سینه و بالاتنه و پهلوها و ناحیه میانی سینه می رسند و بالاخره به پایین چهره ختم می شود. این سرخی گاهی در گردن و صورت به طور مساوی ظاهر می گردد. این اکسال عمل در ماده ها واضح تر است زیرا در حیوان ماده هنگام تحریک قسمت پایین شکم، شکم، شانه ها، و آرنج قرمز می شود و اگر تحریک شدید باشد این قرمزی در ران، لمبر و پشت نیز دیده می شود. این سرخی گاهی مانند سرخی علامت بیماری سرخک در تمام سطح بدن حیوان ماده منتشر می شود و یکی از علائم بسری جنسی به شمار می رود چون این وضعی به ندرت در نرها دیده می شود که در آن صورت بخش بالای شکم و روی سینه و چهره و گردن قرمز شده و گاهی این سرخی به شانه، ساعد و ران هم می رسن. پس از انزال سرخی همه اعضا از, از بین می روند. متها اندام هایی که زودتر قرمز شده بودند دیرتر و اندام هایی که دیرتر سرخ شده بودند زودتر قرمزی خود را از دست می دهند. علاوه بر سرخی های جنسی به علت اتساع عروق در بعضی از اندام ها انقباز هم صورت می گیرد. به علت زیاد شدن ضربان قلب شریان ها مقدار خون بیشتری را به سرعت به اندام ها می که وریدها به آن سرعت قادر به تخلیه خون آن اندام نیستند. زیرا انبساط رگها در بعضی قسمت های بدن باعث انصداد جریان خون می شود. و تا وقتی که این وضع دوام دارد آن اندام همچنان متورم می ماند. در اندام هایی مانند لب ها، بینی، نرمک گوش، نوک سینه، اندام تناسلی هر دو جفت، و پستانهای ماده وزن چنین است. لبها ورم کرده، قرمستر و برجستر، نوک نرم بینی متورم شده و های بینی باز می شوند. نرمک های گوشت زخیم شده و باد می کنند. پستانها در دو جنس بزرگ و سفت می شود ولی این پدیده در حیوان ماده بارستر است. پسانهای حیوان ماده در مرحله نزدیک به انزال بهترین وضع را دارد. زیرا علاوه بر آنکه تقریبا در حدود 25 درصد از اندازه طبیعی بزرگتر می شود، گرد، سفت و برجسته هم هست. در طول مدت تحریک اندامهای های تناسلی هر دو جنس تغییرات فراوانی می کند. جدار واژن ماده به شدت تحریک شده و از راه مجرای محبلی لغزنده و چرب می لغزنده شدن واژن در بعضی شرایط چند ثانیه بعد از شروع مقدمات قبل از جفتگیری صورت می گیرد. در تمام مدت تحریک جنسی، قسمت عضو سوم مجرای محبل از درازا و پهنا منبسط شده و با نزدیک شدن مرحله نهایی تحریک قسمت خارجی عضو سوم هم متورم می شود. شروع مرحله نهایی تحریک وقتی است که فاصله انقباس های ماهیچه های این عضو دو تا چهار ثانیه و به نسبت شدت تحریک به هشت روی ده ثانیه تقلیل می آود. تعداد انقباس سه تا پونزده بار است. اندام های جنسی خارجی ماده نیز در مدت تحریک ورم می کنند. لبهای بزرگ واژن از هم فاصله می گیرند و گاهی دو تا سه برابر اندازه طبیعی خود بزرگ می شوند. لبهای کوچک هم دو تا سه برابر اندازه طبیعی شده و تا وسط پرده محافظ لبهای بزرگ پیش می آیند و تبدیل به زایده ی سانتیمتری می شوند. به نسبت تشدید تحریک در لبهای کوچک تغییرات زرمانداری پدید می آید. تحریک های رنگ این اندام ها را به گلی روشن برمی‌گرداند. هنگام تحریک های جنسی، زایده زبان کوچک یا اندام مشابه پنیس مرد در زن، پهن و برجسته شده و در لحظه نهایی تحریک ناگهان زیر زایده محافظ، مخفی می شود. در این وقت پنیس مرد مستقیما نمی تواند آن را تحریک کند بلکه تراکم خون و حساسیتی لازم است که اندام نر به طور غیر مستقیم با این های منظم این منطقه را تحریک می کند. اندام تناسلی نر نیز به نسبت تشدید تحریک تغییراتی می کند. این اندام در حالت عادی سست و نرم است و با شروع تحریک کم کم باز شده و راست می و در شدت تحریک به سختی منقبض شده است و برافراشته می گردد. درازی طبیعی این اندام تقریبا 9.5 سانتی است که در حال تحریک 7 تا 8 سانتیمتر به طول آن اضافه می شود. همزمان با افزایش طول قطر این عضو هم زیاد شده و به اندازه می رسد که می توان گفت انسان نسبت به سایر پسانداران عالی بزرگترین اندام تناسلی را داراست. قدرت انقباز ماهیچه های اندام تناسلی نر در لحظه نهایی تحریک و وقت انزال چندین برابر می شود. این انقباز ها قوی و در فاصله 8 روی 10 ثانیه صورت می گیرند. و این درست شبیه حالت انقباز در اندام تناسلی ماده است. در این هنگام کیسه منی منقبض شده و حجم آن به حد اقل می رسند. رشته های اتصالی بیزه ها هم کوتاه شده و حرکتشان بسیار کم می درست شبیه کوتاه شدن طول این رشته هنگام سرما، ترس، و خشم و به این دلیل بیزه ها هرچه بیشتر به داخل بدن رانده می شوند، تحریک های انقبازی یا تحریک این ناحیه اندازه خود بیزه ها را پنجا تا صد درصد افزایش می دهد. آنچه شهر داده شده، اصول اکسال های موجود نر و موجود ماده در قبال فعالیت های جنسی بود. بعد از عمل دفت، همه تغییرات پدید آمده به سرعت نابود شده و شخص حالت فیزیولوژیکی عادی خود را باز می‌آورد. در اینجا اکثر های بدن را در فاصله انزال یادآور می‌شوی. در دوره جفتگیری موجود نر به مراتب بیش از موجود ماده عرق می‌کند و این معلول فعالیت زیادتر موجود نر در طول عمل جفتگیری است. گاهی علت این تعرق شدید شدت انزال است و هیچ گونه ارتباطی با فعالیت فردی و تقلیه های جسمی ندارد. سطح پشت، رانها و بالای سینه بیشتر عرق می کنند و گاهی عرق از زیر بغل سرازیر می شود. در شرایط حاد، تمام بدن از شانه ها تا ران ها غرق عرق می شوند. پوست دست و پا از عرق پوشیده شده و در صورت سرخی مخصوص جنسی دیده می شود. پیشانی و پشت لب های بالا را هم قطرات عرق می آنچه از شروع این فصل تا کنون گفته شد خلاصه از تحریکات و اکسالعملهای جنسی گونه ماست که بنیاد جنسی امروز ما را نیز تدارک دیده و پایهای برای بحث در رفتار جنسی ما به نسبت منشه آن رفتار و دنیای زندگی امروزی نهاده است ولی باید این نکته را یادآور شد که تحریک ها و اکسل های ذکر شده از نظر شدت نوسان در همه افراد یکسان نیست بعضی از این پدیده ها به محض برخورد فرد نر و ماده ای که تصمیم به عمل جفتگیری دارند صورت میگیرد. گیرد. و دی دیگر جز در شرایط خاص ظاهر نمی به هر حال در گونه ما این پدیده ها به قدر قوی هستند که آنها را جز به صفات ویژه این گونه دانستند. 75 درصد زنان و 25 درصد مردان از عکس عمل قرمزی جنسی برخوردارند. در تمام زنان و 65 درصد مردان سفت شدن پستانها ها از علائم تحریک است. 23 درصد افراد نر و ماده گونه ها بعد از عمل جفتگیری بدنشان به شدت عرق می کند و بسیاری دیگر از اکس العمل های جنسی تقریبا در همه افراد وجود دارد. طبیعی است که همه اکس العمل ها از نظر شدت و مدت تابع عوامل تغییر دهنده مختلفی است. نکته قابل توجه دیگر چگونگی فعالیت جنسی در طول زندگی است. در ده سال اول زندگی هیچ نوع فعالیت جنسی در هیچ کدام از افراد جنس ها وجود ندارد. به ندرت در بعضی از کودکان قبل از اینکه توانایی ساختن و دفع گامت وجود داشته باشد، تظاهرات جنسی مشاهده می شود. میمون برهنه نویسنده دزموند موریس صفحات سی و چهار تا چهل و یک تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف 85 درصد دختران به طور طبیعی در سنین 10 تا 14 سالگی قاعده می شوند و بقیه تا 19 سالگی به این مرحله می رسند. علائم بلوغ در دختران با رشد مو در مناطق خاص بدن، بزرگ شدن کفل و بزرگ شدن پستان ها همراه است. رشد عمومی بدن نیز در این مرحله به شدت می رسد که تا 22 سالگی ادامه پیدا می کند. پسران تا قبل از 11 سالگی قادر به انزال نیستند به طوری که از نظر جنسی از دختران عقب ترند. به ندرت در بعضی از پسر بچه های 8 ساله بلوغ جنسی دیده می شود. معمولاً 25 درصد پسر بچه ها در 12 سالگی و هشتاد و پنج درصد در چهارده سالگی بالغ می شوند. این سن مادل بلوغ در دخترهاست و می توان گفت که در این سن پسرها به دخترها می رسند. سند بلوغ جنسی پسرها 13 سال و ده ماه است. در پسران هم مانند دختران بلوغ جنسی با بروز صفات ثانویه همراه است. رویش مو در بدن به ویژه صورت و نواحی تناسلی انجام می گیرد. اطراف دستگاه تناسلی، زیر بغل، پشت لب بالا، گونه ها، چانه و سینه مناطقی هستند که رویش مو در آنها توسعه می آبند. دیگر از علائم بلوغ در پسران پهن شدن شانه ها، در دختران پهن شدن کفل و بم شدن صدا است. تغییر وضع صوتی در دختران به مراتب ضعیفتر است. در هر دو جنس، رشد دستگاه تناسلی هم از عوامل بلوغ محسوب می شود. اشاره به این نکته بسیار جالب است که در دوره عملیات جنسی، تکرار و تظاهرات جنسی در جنس نر به مراتب بیش از جنس ماده است. در حالی که بلوغ جنسی در دختران زودتر از پسران شروع شده و جنس نر یک سال بعد از جنس ماده بلوغ جنسی پیدا می کند. پسران در سن 25 سالگی به اوج قدرت جفتگیری می رسند. در حالی که دختران در سنین بین 25 تا 35 سالگی این آمادگی کامل را به دست می آورند. در واقع ماده های گونه ما در سن 29 سالگی از نظر قدرت جفتگیری مانند پسران چهارده ساله هستند. تحریک به حد انزال فقط در 23 درصد از دختران 15 ساله دیده می شود. این وسط در دختران 25 ساله تا 53 درصد و در زنان 35 ساله تا 95 درصد ارتقا می آبد. کامل مردان به طور متوسط سه بار در هفته انزال می کنند. و بیش از 7 درصد آنها روزانه یک بار بیشتر به این مرحله می رسند. در مردان شدت انزال بین سنین 15 تا 35 سالگی است. سپس با بالا رفتن سن به تدریج از قدرت آن کاسته می شود. قدرت انزال بر اثر تکرار کم می شود و زاویه نوز ز اندام تناسلی به تدریج کاهش می یابد. نوز در سنین 18 تا 25 سالگی می تواند یک ساعت طول بکشد و حالا که در سن 75 سالگی این مدت به چهار دقیقه تقلیل پیدا می کند. با وجود این 75 درصد از مردها در سن 75 سالگی هنوز از نظر جنسی فعال هستند. از نزول قوه جنسی بانوان به نسبت بالا رفتن سن جدولی تهیه شده است. دفع اوول در سن پنجاه سالگی در همه زنان قطع می شود. ولی این مانع جفتگیری یا اکسل های جنسی آنها نیست و در افراد مختلف از نظر رفتارهای جنسی اختلاف های فاهش دیده می شود. قسمت اعظم فعالیت های جنسی مربوط به مواردی است که رفتار جنسی محصول آمیزش دو فرد باشد خواه این اتحاد دوگانه یک ازدواج قانونی باشد یا یک ارتباط غیر از آن به هر حال حاصل آمیزش دو فرد نر و ماده است نمی توان تصور کرد که جفتگیری های مکرر غیرقانونی ناراحتی های پیچیده‌ای به وجود خواهد آورد زیرا اگر جفتگیری مطابق دلخواه و از روی صمیمیت نباشد دوامی نخواهد داشت 95 درصد جفتگیری های محصول ازدواج قانونی هستند 95 درصد جفتگیری ها محصول ازدواج قانونی هستند اما 50 درصد زنان و 48 درصد مردان قبل از ازدواج جفتگیری را می دانند. 26 درصد از زنان ازدواج کرده و 50 درصد از مردان ازدواج کرده در سن چهل سالگی برخوردهای غیر قانونی هم دارند و عده بسیار کمی هم به حدی می رسند که رشته پیوند را بگسلن و از یکدیگر جدا شوند. در سال 1956 این نسبت در ایالات متحده به 9 درصد رسید. با وجود همه این عوامل قوی در بنیاد ساختمان تشکیل جفت در گونه ما باز این پدیده ناقص است. اکنون که جزئیات رفتار جنسی را در گونه خود عنوان کرده و در نظر گرفته ایم چند سوال پیش می آیند. نقش طرحها و روش جنسی ما در بقایمان چیست؟ چرا رفتار جنسی ما با سایر پسانداران عالی متفاوت است؟ شاید با تغییر نوع سوال پاسخ به آن آسان شود. به این طریق که چگونه می توانیم رفتار جنسی خودمان را با سایر پسانداران عالی مقایسه کنیم؟ ابتدا به این نکته پی می بریم که رفتار جنسی ما به مراتب شدیدتر از سایر پسانداران عالی است. و هنگامی که خود را با حیوانات نزدیک به خود مقایسه می کنیم، این مطلب روشنتر شده و مسلم می گردن. در آنها دوره طولانی احساس عشق و تمایل به جفتگیری وجود ندارد. روابط زناشویی جفتها به طریقی که در گونه ما دیده می شود در میمونها موجود نیست. دوره قبل از جفتگیری که شروع رفتار زن و شویست در این حیوانات منحصر در این حیوانات منحصر به چند صدای ساده و یا حرکات ظاهری بدن است و زمان جفتگیری هم در آنها بسیار کوتاه می باشد. مدت جفتگیری بابوئن که نوعی میمون بزرگ آفریقایی است بسیار کوتاه بوده و از لحظه ای که حیوان نر سوار ماده می شود تا مرحله انزال از 7 تا 8 ثانیه تجاوز نمی کند. و در این مدت 15 بار یا کمتر کمر خود را به کفل ماده می زند. ماده این حیوان حالت انزال ندارد. اگر ماده این حیوان را با ماده گونه خودمان از نظر برخوردهای جنسی مقایسه کنیم باید بگوییم که اکسل عمل ماده ای آنها بسیار ناچیز است. میمون ماده مدت بسیار کمی آمادگی پذیرش جفت دارد و زمان این آمادگی به یک هفته تا یک ماه در سال محدود می شود. در پسانداران پست جفتگیری فقط در دوره اوول سازی انجام می گیرد. در پسانداران عالی این مدت درازتر شده است. اما ماده گونه ما تمام اوقات آماده پذیرش جفت و عمل جفت است. میمون ماده از آغاز تا انجام دوره بارداری و در ایام دوره شیر دادن هیچ گونه فعالیت جنسی ندارد. در گونه ما فقط قبل و بعد از زایمان آن هم به مدت بسیار کوتاه جفتگیری ممنوع بوده و انجام نمی گیرد. واضح هست که میمون برهنه از پسانداران عالی امروزی است که از نظر جنسی از همه جانوران قوی تر است. برای اینکه بتوانیم دلایل کافی بر این ادعا ارائه کنیم، باید به منشع و اصل این جانور رجوع نماییم. میمون برهنه از چه مراحلی گذشته است؟ یک ابتدا به نظر می رسد که او برای بقای خود مجبور به شکار کردن بوده است. دو برای تهیه وسایل و آلات شکار مغز بزرگ و پرورش یافته لازم داشته است. سه برای آموزش های لازم باید دوران کودکی طولانی می شد. چهار زمانی که نرها برای شکار از منزل خارج می شوند، ماده ها باید در خانه به پرورش کودکان مشغول باشند. 5. نرها باید در شکار با یکدیگر همکاری و اشتراک مساعی داشته باشند. 6. نرها باید طرز استفاده از اسلحه را بیاموزند تا در شکار ناکام نشوند. من ادعا نمی کنم که تمام مراحل بالا به ترتیبی که عنوان کرده ام پیش آمده. اما می توانم بگویم که این رویدادها لازم و ملزم یکدیگر بوده و از نظر زمانی هم ملازمت داشتند. تردیدی نیست که هر تغییر خود به خود موجب فراهم آمدن تغییرات دیگر می شود و می توانم بگویم که شش نوع تغییر اساسی ذکر شده در زندگی میمون شکارچی رویداد است. که این تغییرات می تواند مبین پیچیدگی رفتار جنسی امروزی ما باشد. در مورد چگونگی شکار و آغاز انتخاب جفت می توان گفت که رفتن نرها به شکار تنها ماندن ماده ها و وفاداری آنها نسبت به نرها اساس تمایل ماده ها به تشکیل جفت است. نرهایی که از نظر شرکت در شکار و فنون مربوط به آن ضعیف بودند ناچار به دیگران امتیازات جنسی میدادند یعنی ماده های خود را در اختیار نرهای شکارچی ماهرتر قرار داد و حکومت مطلقه جنسی و در این حال ظالمانه تشکیل میدادند در این دوره فقط نرهایی می توانستند جفت به دست آورند که نیرو و قدرت بیشتر داشته باشند. به این دلیل بین نرها رقابت وحشتناکی در می گرفت که منجر به تهیه و تمهید سلاح کشنده می شد. زندگی انحصاری می و هر ماده به یک نر معین تعلق می گرفت. نیاز فراوان بچه ها در دوره طولانی رشد به حمایت نیست عامل دیگر تشکیل زندگی خانوادگی بود. تقسیم کار و تکاریف پدر و مادر هم دلیل دیگری برای تشکیل و استحکام زندگی جفت ها به شمار می رفت. این تحول را اگر از همین نقطه نظر تعقیب کنیم به این نتیجه می رسیم که میمون برهنه از عطیه عشق برخوردار شده و جفت ویژه برمیگزیند و زندگی پایدار خانوادگی را می سازد. این طرح چگونه پدید آمده و چه عواملی به اجرای آن کمک کرده است؟ می دانیم که مدت تمایل به هم در پستانداران عالی بسیار کوتاه و از چند ساعت یا چند روز تجاوز نمی کند. می بدانیم که چه عاملی سبب شده که این دوره در میمون برهنه توسعه یافته است. در این مورد می توان گفت که عامل اصلی طولانی بودن دوران طفولیت است. زیرا در طول سالهای نمو و کودک بین والدین وابستگی های عمیقی پدید می آید و کودک آن وابستگیها و ارتباط محکم و اساس تشکیل خانواده را می شناسد. این توجه به خانواده با فرارسیدن بلوغ نابود می شود. اما به جای آن اتکا به نفس خاصی در کودک پدید می آید که خلاه پیوستگی نسل ها را جبران می کند. نوجوان برای ایجاد یک ارتباط تازه که جانشین آن شود آمادگی تمام می آبد. اگر این مطلب برای برآوردن نیاز تازه یعنی ایجاد وابستگی به جفت کافی باشد باز هم احتیاج به یک مکمل دارد و مدت زیادی وقت می خواهد تا هر یک از افراد جفت به اوج پیشرفت این نیاز یعنی تشکیل خانواده برسند. مداومت و قرار گرفتن در مسیر دوستی و علاقه موجب بقای عشق می شود. قرار گرفتن در مرحله دلدادگی هم محرک و هم اولین شرط تشکیل خانواده است و مطالب دیگر همه بعد از آن مطرح می شود. ساده ترین و درسترین راه برای رسیدن به نتیجه درک این مسئله است که فعالیت های ویژه جفت ها چگونه پرمانی تر و پیچیده تر شده؟ یعنی چطور یک جنس از نظر جنسیت قوی تر گردیده است و چگونه خود را به این مرحله رسانیده است. در پاسخ این سوال چونین به نظر می رسد که مشاهده رفتار میمون برهنه امروزی با استفاده از تمام وسایل ممکنه طرح و نمای این چگونگی را به وضوح رسم می کند. حیوان ماده از تولد بچه و رفتار محبت آمیز او نسبت به خود لذت فراوان میبرد. با اینکه طول دوران کودکی بسیار زیاد و در این مرحله از زندگی طفل و از این مرحله از زندگی طفل وابسته به مادر است باز هم مادر آماده جفتگیری و بچه دار شدن می گردد. علاقه به بچه دار شدن می تواند عاملی برای آمادگی حیوان ماده باشد اما معلوم نیست که علت آمادگی جفتگیری او در روزهایی از ماه که امکان حاملگی وجود ندارد چیست در هر جفتگیری زن قدرت تولید مثل ندارد و این فقط مربوط به روزهای معینی از ماه است که اوول آزاد می کند. پس تردیدی نیست که این همه فعالیت جنسی که در گونه ما وجود دارد فقط نمیتواند برای تولید بچه باشد بلکه قسمت اعظم جهت تحکیم ارتباط و رضایت خاطر طرفین است تکرار عمل جفتگیری در گونه ما نمیتواند کاری تصنعی باشد و نشانه زوال تمدن است بلکه با توجه به ریشه های زیستی عمیق و محکم آن برای میمون برهنه یک پله کامل محسوب می شود. ماده گونه ما در مدت حاملگی که قاعده نمی شود باز هم ارتباط خود را با نر ادامه می دهد. در حالی که ماده های آبستان گونه های دیگر برای محروم کردن نر از جفتگیری در تمام این دوره به صورت موجودی خطرناک در می آیند و نزدیکی جفت با آنها با مخاطراتی همراه است. پس این پذیرش در دوره حاملگی ویژه میمون برهنه است که نه تنها فعالیت عادی جنسی او همچنان ادامه دارد بلکه تشدید هم می شود. بدن برهنه و دست حساس این میمون شکارچی از عوامل مهم تحریک هستند. زیرا لذت فراوانی که از تماس بدنهای لخت حاصل می شود و تحریکی که از تماس دستهای حساس به بدن ایجاد می گردد هر دو در این گونه وجود دارد. و این دو از عوامل مهم تحریک در دوره قبل از جفتگیری هستند. لمس، مالش، فشار و در آغوش کشیدن، در سایر جنس های پستانداران عالی نیز هست. ولی برای آن اندام های خاصی وجود ندارد. در حالی که در جنس ما لب ها، نرمک های گوش، پستان ها، سینه و اندام های تناسلی که به وسیله اعصاب توسعه یافته فوقالعاده حساس هستند از نقاط تحریک پذیر عشقی به حساب می چون این به نظر می رسد که نرمک های گوش فقط در گونه ما ظاهر شده است. علمای تشریح اغلب رشد نرمک گوش را غیر مفید می دانند و بیشتر آنها معتقدند که ما سابقا گوش های بزرگی داشته ایم و گوش امروزی ما از بقایای آن است. توجه به ساختمان گوش در پسنداران عالی نشان می دهد که در هیچ یک از آنها نرمک وجود ندارد. بنابراین نرمک گوش ما نمی تواند یک گوش بزرگ باشد. پس این اندام کاملا جدید است و با ویژگی های تحریکات جنسی میمون برهنه مربوط می باشد. راه جریان خون نرمک گوش تحت تاثیر تحریک های جنسی بند آمده و خون زیادی در آن جمع می شود و این عضو فوق حساس می گردد. این همه دقت در آفرینش نمی تواند در مسیر دیگری غیر از تکامل صورت گرفته باشد. جای ترجب است که با تحریک نرمک گوش جنس های نرماده به آسانی تحریک شده و به مرحله نهایی آن می رسند. ساختمان جادویی قسمت برجسته و گوشتی بینی نیز عجیب و جالب توجه است اما هنوز علم تشریح ساختمان ویژه داخلی آن را توجیه نکرده است ظاهرا چنین به نظر میرسد که تغییرات عضوهایی نظیر نرمک گوش و بخش برجسته و گوشتی بینی هیچ نقشی ندارند در حالی که به دشواری می توان این زواید تکاملی را در پستانداران عالی بیهوده و بدون نقش دقیق دانست. در بینی ماهیچه های اسفنجی خاصی وجود دارد که هنگام تحریک جنسی با انقباز خود موجب گشادی پره ها و مجرای بینی می شوند و این خود دلیل تاثیر تحریکات جنسی بر این قسمت است. نظیر چون این اندام های لمسی که اخیرا در زمره اعضای لمس جای گرفته بسیار کم است. ظهور احساسات پیچیده در چهره در بهبود ارتباط و انتقال احساس نقش مهمی دارد و در هیچ گروهی از جانوران تغییر عضلات صورت بهتر از پسانداران عالی احساسات را بیان نمی کند. پس گونه ما دارای بهترین ساختمان صورت برای بیان پیچیده ترین احساسات است. کوچکترین تغییر ماهشه های اطراف لبها، دهان، بینی، ابروان و پیشانی قادر است تمام احساسات پیچیده درونی ما را ابراز کند. تغییر وضع ماهیچه‌های های صورت در برخوردهای عشقی بیان کننده ی نیرومند احساسات قلبی است. این تغییرات در فصل بعد دقیقا مورد بررسی قرار می گیرد. هنگام تحریک های جنسی مردمک ها که چشم متسع می شود. این تغییر به قدری دقیق و حساس است که ممکن است به خوبی درک نشود. اما آنچه کاملا معلوم و روشن است اینکه در حال تحریک سطح چشم ها می درخشند. ساختمان نرمک گوش و بخش قضروفی بینی و لبها در گونه ما از سایر پسانداران عالی متمایز است. گرچه پسانداران عالی دیگر هم لب دارند، اما هیچگاه لبهای آنها مانند میمون برهنه به خارج بر است. شامپانزه که در حالت تنفس می تواند لبهای خود را جمع یا باز کرده و به سختی قادر است توف کند در وضع عادی لبهای غیر مشخص و فشرده دارد و حال آنکه لبهای ما در حالت عادی هم برگشته و کاملا مشخص است در حالت چشمان شامپانزه پیوسته در هم رفتگی و اخم دیده می شود لبهای شامپانزه به عنوان یک عامل لمسی در جلب محبت نقش عمده دارد. اگر در هم آغوشی این جانور توجه شود به آسانی می دید که از برخورد لبها به گردن طرف مقابلش احساس شعف و رضایت خاطر می کند. و همچنین با محکم خود نشان می دهد که لبها را به عنوان یک عامل لمسی به کار می برد. در شامپانزه لبها قبل از آنکه نقش جنسی داشته باشند نقش جلب و نشانه محبت دارند اما در گونه ما از این عضو برای فراهم آمدن مقدمه و شرایط جفتگیری استفاده می شود و به صورت بوسه های متعدد در تمام مدت به کار می رود. پس بیتردید در گونه ما عمل لبها به مراتب مهمتر از ایجاد یک حساسیت معمولی بوده و امتیازات بیشتری دارد و کار آن فقط جمع کردن ماهشه های اطراف دهان و ادای تکلیفی به نام بوسه نیست. بافت مخاطی مخصوص در لبها سازنده اختصاصات ویژه است. این بافت مخاطی برجسته و اطراف دهان را فرا گرفت. و حلقه مشخص و بزرگی را به وجود آورده است که پوست صورت اطراف آن را می پوشند. و همانطوری که قبلا یادآور شدیم یکی از علائم جنسی قابل دیدن را تشکیل می دهد. بر اثر تحریک جنسی لبها ورم کرده و قرمزتر می شوند. و چون پوست لبها نازک و شفاف است این تغییرات به خوبی در آنها قابل مشاهده است. در حالت عادی هم لبها از سایر قسمت های صورت قرمزترند و بر اثر تغییرات فیزیولوژیکی وضعی پیدا می کند که همانند دامی واقعی و جلب کنندهای بسیار دقیق وجود ساختمان خاصی مناسب لمس جنسی را معرفی می کنند. درباره علت ناهمواری سطح مخاطی لبها علمای تشریح ناچار چنین اظهار نظر کردند هنوز این پدیده شناخته نشده است عده ای میگویند که این ناسافی محصول مکیدن های دوره نوزادی است اما این وضع در لبهای شامپانزه دیده نمی شود. در حالی که بچه شامپانزه مدت زیادی با شدت و فشار بیشتر با جمع کردن لبها پستان مادر را میمکد تازه اگر هم علت ناهمواری مخاط لبها مکیدن پستان مادر در دوره نوزادی باشد غیر یک نواختی کنارههای لب و توسعه مخاط آن و ظهورش به این شکل و هیئت خاص را توان ترجیح کرد همچنین علت اختلاف وضع لبها را در سفید پوستان و سیاه پوستان نشان نمی دهند. ولی اگر لبها را از علائم ظاهری جنسی بدانند، چگونگی این اختلاف به خوبی روشن می شود. اگر شرایط آب و هوایی را دلیل بر تغییر رنگ پوست بدانیم، علت تیر رنگ بودن لب در سیاه پوستان معلوم می شود. اکنون باید یادآور شویم که رنگ تیره لبها نقش جلب کننده آنها را از بین می برد و کلوفتر بودن لبهای سیاه پوستان دلیلی برای جبران قرمز نبودن آنهاست زیرا لبهای درشت از علائم ظاهری جنسی هستند و در این گروه از افراد گونه ما تیرگی رنگ با ازدیاد حجم جبران شده است و به این ترتیب بین لبهای سیاه پوستان و سفید پوستان از نظر جنسی موازنه ای به وجود آمده. در حالی که لبهای سیاه پوستان به مراتب کلوفتر است. این صفت سیاه پوستان پدیده ای ابتدایی نیست بلکه تکامل مثبتی است که بعد از ظهور میمون برهنه برای اختصاصی شدن لبها روی داده است. دیگر علائم ظاهری جنسی آنچنان که قبلا گفته ایم عبارتند از ظهور انبوه مو در زیر بغل، کشاله ران، اطراف اندام های تناسلی، صورت مردان، پهن شدن شانه مردها، روش سری پسانها و بزرگ شدن کفل در زنها و این تغییرات هم نشان دهنده جنسیت هستند و هم بلوغ جنسی را می نموینند. یعنی نر و ماده را از یکدیگر متمایز کرده و سیستم جنسی را آشکار می کنند. میمون برهنه نویسنده دزموند موریس صفحات 41 تا 48 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف <متصفح> گاهی تصور می شود که سینه های بزرگ و برجسته زایده نقش مادری هستند نه از مناطق جنسی در حالی که جنسی بودن این بخش از بدن به آسانی قابل اثبات است سایر پستانداران عالی که بچه های خود را شیر می دهند و شیر فراوان دارند فاقد پستان برجسته و کروی می باشند. گونه ما از این نظر بین پستانداران عالی تک است. شاید تکامل پستان‌ها و تبدیل آنها به اجسام حجیم و بزرگ از نشانه های ظاهری و خاص ظهور پوست برهنه باشند. اطراف پستان‌ها متورم در ماده های پسندران عالی پوشیده از موس که در ماده گونه ما ناگهان از بین رفته و پسانهای لخت و برهنه ظاهر شدند. پسانها به ویژه هنگامی که برجسته و قلمبه میشوند، شوند کننده ی تحریک جنسی بوده و رنگدانه های برجسته ی اطراف سینه در بیان تحریک جنسی نقش مهمی دارند. برهنگی پوست موجب بعضی تغییر رنگ ها می شود. این تغییر رنگ در سایر پسانداران عالی به قسمت های کمی از بدن که برهنه است محدود می شود. در حالی که در گونه ما قسمت اعظم بدن را شامل می گردد. قرمزی که از اختصاصات دوره احساسات عشقی در مراحل بعد از تحریک کننده های قوی و نشانه های ممتاز اختصاصی است. اختلاف رنگ پوست بدن که نژادهای مختلف را تشکیل می دهد تا تغییرات آب و هوای محیط زندگی است. این تغییر رنگ تنها ظاهری نیست بلکه در درون پوست نیز تحولاتی روی می دهد و شکی نیست که حیوان به خوبی این تغییرات رنگی را تحمل می کنن. قبل از اینکه علائم خارجی جنسی را به مطالب گفته شده محدود کنیم، باید نظر اجمالی هم به تکامل غیر عادی این جنس بیافکنیم. در این مورد لازم است که چند پدیده و تغییر عجیب بدن را در پسر من، یعنی میمون ها که از پسندران عالی هستند بررسی و مطالعه کنیم. طبق آخرین تحقیقات دانشمندان آلمانی در زمینه رنگ ها معلوم شده است که رنگ آمیزی بدن در عده از جنس ها با توجه به رنگ اندام های جنسی آنها صورت گرفته است. بهترین مثال برای این ادعا دو نوع انتر به نام ماندرین و جلاد است. اندام تناسلی ماندریل نر قرمز رنگ و بیزه هایش لکه های آبی دارد. این رنگامیزی درست روی چهره این حیوان منعکس شده. یعنی بینی حیوان، قرمز رنگ و گونه های بزرگ و بیمویش آبی پر رنگ است. یعنی در حالی که رنگ اش پیرو رنگ اندام تنوسولی است از علائم مظاهری جنسی هم محسوب می شود. هنگامی که دوماندریل نر و ماده کنار یکدیگر قرار می گیرند، همجواری مانع می شود که حیوان ماده بتواند اندام های تناسلی نر را ببیند. اما چهره حیوان نر به علت همانندی با اندام های تناسلی آن پیام های تحریک آمیز لازم را به ماده میرساند. در جلد ماده دستگاه تناسلی قرمز و به وسیله قسمت سفید رنگی شبیه به پروانه احاطه شده است. لبهای اندام تناسلی به رنگ قرمز می باشد. جلوی بدن جلاد ماده فاقد موست و حدود بخش بیمو منظری یک پروانه سفید رنگ را نشان می دهد. درون این بخش سفید دو پستان به رنگ قرمز در کنار هم قرار گرفتند. درست وضع دستگاه تناسلی حیوان را نشان می دهند. پسانها آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند که بچه می هر دوی آنها را یک دفعه وارد دهان کرده و بمکد. رنگ قرمز تیره نوک پستان شبیه به رنگ لبهای اندام تلاصلی و, و رنگ روشنتر پستان درست مانند بخش قرمز رنگ اطراف لب هاست. به این ترتیب انکاس علائم جنسی اطراف دستگاه تناسلی به بخش قدامی بدن انکار ناپذیر است. از آنجا که از زندگی ماندریل وخشی اطلاعات کافی نداریم، برای تایید نظریه خود به یادآوری مراحل چند از زندگی جلاد وحشی می پردازیم. این جانور اغلب اوقات به وضع عمودی می نشیند و درست روبروی جلادهای دیگر قرار می گیرد. مشاهده دو منظره مشابه در دو قسمت بالا و پایین بدن موجب می شود که دیدن یکی از آنها دیگری را تدایی کند. پس حیوان نر با دیدن سینه ماده منظره پایین بدر را به خاطر می آورد. تناسلی در بسیاری از پستانداران عالی به رنگهای روشن می باشد. ولی این شبیه سازی فقط در عده معدودی به چشم می خورد. صفات ویژه گونه ما که تغییرات اساسی یافته از نظر شبیه سازی کم و بیش مانند جلاد هاست. زیرا ما هم مانند جلاد بیشتر اوقات به حالت عمودی می و به همین نسبت در برخورت های اجتماعی روبروی هم می استیم. پس خود ما در شبیه سازی نمونه بهتری هستیم. حال باید دید وضع عمودی بدن در علائم جنسی ما چه اثری به جای گذاشته است؟ پاسخ این سوال با توجه به آثار ظاهری که در چهره نمایان است، بی مثبت خواهد بود. از طرف دیگر، افراد نر و ماده گونه ما برخلاف سایر پستانداران عالی در مدت جفتگیری نیز روبروی هم قرار می گیرند. در پستانداران عالی، پشت حیوان ماده به طرف نر قرار داشته و اندام تناسلی ماده از پشت کاملا پیداست و قبل از آنکه نر سوار ماده شود به خوبی آن را میبیند در تمام مدت جفتگیری پشت حیوان ماده با جلوی حیوان نر در تماس است این وضع در گونه ما کاملا تغییر کرده است به طوری که نه تنها افراد گونه ما در تمام مدت قبل از جفتگیری روبروی هم قرار دارند بلکه در مدت جفتگیری هم این موقعیت را حفظ می کنند. اکنون درباره نحوه جفتگیری گونه خودمان بحث می کنی. از دیر زمان جفتگیری از روبرو در بشر راه طبیعی این کار محسوب می شده و از این نظر انسان از سایر پستانداران عالی ممتاز بوده است. تحقیقات جدید ثابت کرده است که گونه ما مبتکر و مختره است و باقی ماندن در روش قدیمی برای او الزامی نیست به نسبت راحتی بدن و لذت بیشتر در طول جفتگیری جفتها راههای مختلفی برای نزدیکی برگزیدند روش اساسی و قدیمی که در آن مدت زیادی جفتها راحت هستند به صورت عادت در آمده. اما تلاش های پیگیری برای یافتن روش بهتر در همه زمانها موجود بوده و ادامه داشته است. از اونجا که هر تغییر اساسی در این روش غیر قانونی به نظر می رسد، برای اینکه روش های تازه معرفی شده و قضاوت به غیر قانونی بودن آنها نشود، مزایای این روش ها را برشمردند بی تردید این تغییرات در جهتی صورت گرفته است که استحکام اتصال و فشار بیشتر، آسانتر و عمل جفتگیری صحیح و بدون عیب باشد. در مجادلات درباره روشها روش ها و یافتن بهترین راه جفتگیری نباید این نکته را از نظر دور داشت که اساسی ترین و طبیعی ترین راه جفتگیری در گونه ما همان روبرو قرار گرفتن است. زیرا تمام علائم ظاهری جنسی و همه مناطق تحریک شونده در بخش جلویی بدن جای دارد. چهره وسیله بیان احساسات درونی، لبها، ریش، پسانها، خفره بین دو پسان ماده، موهای بدن، اندامهای تناسلی و مناطق قرمز شدن جنسی همه در بخش جلوی بدن قرار گرفتند. و اگر دو حیوان روبروی هم قرار گیرند از همه علایم ویژه ارتباط جنسی برخوردار خواهند شد. بنابراین باید تمام مراحل تحریک در این وضع انجام گیرد. وقتی هر دو جنس به مرحله تحریک کامل رسیدن، نر می تواند به هر صورت که بیشتر خوشایند اوست، حتی از طرف پشت جفتگیری را ادامه دهد. این روش کاملا درست بوده و راهی عملی است اما امروزه با مشتی مشکلات همراه می باشند. قبل از همه خطر همجنسگرایی است که در عده از جانوران دیده می شود و در جنس ما هم ناشی از نوع جفتگیری می باشد. در نزدیکی از جلوی جفت ها به وسیله علایم جنسی به طرف هم کشیده می شود و به این دلیل عشق در روبرو را رو عشق انسانی نامیدند. وجود مراکز تحریک و اندام های جنسی جلوی بدن در تشدید طولانی کردن تحریک در دوره قبل از جفتگیری بسیار موثر است. تماس کامل این اندام ها وقتی امکان پذیر است که جفتگیری به روش روبرویی صورت گیرد. اما اگر جفتگیری به طریق دیگر عادت شود، بسیاری از حساسیت های ناشی از تماس اندام های جنسی از بین می رود. اگر نزدیکی از جلو صورت گیرد، هر بار که مرد خود را با فشار به زن می کوبد، زایده ی تحریک شونده تناسلی زن به حد اکثر تحریک می رسد. به علاوه، در این روش جفتگیری چون اندام نرین مرد با فشار زیاد به اندام تناسلی زن وارد می شود و از آن خارج می گردد، خود موجب تشدید تحریک عضو تحریک شونده تناسلی می شود و حد اکثر تحریک آن هنگام بازگشت فشار و خارج شدن اندام تناسلی نر از اندام تناسلی ماده و تکرار این حرکت منظم است. اگر وضع اندام تناسلی میمون برهنه ماده را با سایر پستانداران عالی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که به علت قائم بودن بدن در گونه ما اندام تناسلی به طرف جلو و بالا کشیده شده و از عقب بدن دیده نمی شود. اگر ساختمان بدن و دستگاه تناسلی نوعی بود که این دستگاه در عقب قرار می گرفت بی سردید روش و طبیعی جفتگیری هم غیر از وضع روبرویی بوده و به عقب بدن کشیده میشد. اما با توجه به ساختمان بدن ما جفتگیری از روبرو اساسی ترین روش جفتگیری است. دیگر روش ها نه تنها با ساختمان بدن ماده ها بلکه با ساختمان نرها هم تطبیق نمی کند. روش های جفتگیری عبارتند از ماده پایین نر بالا ماده بالا نر پایین پهلو به پهلو نشسته و ایستاده اما صحیح ترین و معمولی ترین روش ها این است که هر دو فرد به طور افقی و حیوان نر روی حیوان ماده قرار بگیرد. طبق آمار محققین آمریکایی 75 درصد جفتگیری ها به این طریق انجام می شود. و حتی افرادی هم که در جفتگیری راه های دیگری را انتخاب کردن بیشتر اوقات از آن روش هم استفاده می کنند. 15 درصد از نرهای گونه ما از پشت با ماده نزدیکی می کنن. اما تحقیقات دقیق و دامن دار در جوامع بشری نشان داده است که این طریقه جفتگیری هیچگاه نتوانسته برای هیچ یک از جنسهای نر یا ماده به صورت عادت درآمده و طبیعی شود اکنون به مطلب اساسی شبیهسازی برمیگردیم و از هاشی رفتن خودداری می کنی. اگر در مراحل مختلف جفتگیری حیوان ماده گونه ما روبروی حیوان نر قرار می گیرد به این علت هست که عوامل تحریک کننده در این بخش واقع شده اند. توجه به وضع جفتگیری در افراد نزدیک ما نشان می دهد که افراد گونه ما هم باید از عقب با یکدیگر نزدیکی می کردن و در این صورت جفتگیری از عقب آنچنان که در سایر پستانداران عالی دیده می شود برای افراد نر ما هم جالب و دلپذیر بود. چون این وضعی علائم جنسی که در عقب بدن ماده قرار گرفتن عبارت بودند از یک جفت لمبر گوشتی و برجسته و یک جفت لبهای اندام تناسلی به رنگ قرمز روشن. اگر فرض کنیم حیوان نر گونه ما نسبت به این علائم جنسی توانایی عکس جنسی را داشته و به مرحله تحریک می رسد باز هم این مسئله پیش می آید که تکامل گونه ما با ایجاد قامت عمودی حاصل شده و پیشرفت است. و حال آنکه باز هم نرها نسبت به بخش عقبی بدن ماده توجه داشته و چشم از آن بر نداشتند. این وضع همان شبیه سازی را در گونه ما آنچنان که در میمون جلاد دیدیم نشان می تصویر دو لمبر گوشالود و برجسته و لبهای قرمز اندام تناسلی را می توان در ساختمان بخش جلویی بدن مشاهده کرد. در سینه حیوان ماده، پسانهای برجسته به جای لمبرهای گوشتی و لبهای قرمز رنگ و لبهای قرمز رنگ دهان به منزله لبهای آلت تناسلی هستند. به این جهت است که هنگام تحریک جنسی لبها مانند لبه اندام تناسلی ورم کرده و تیر رنگ تر می شوند. یعنی تغییرات آنها در حالت تحریک شبیه به هم است. نرهای گونه ما همه حساسیتی را که باید از علایم جنسی عقب بدن ماده پیدا کنند از علایم جلوی بدن که درست شبیه به آنهاست به دست به همین جهت قرمز کردن لبها و استفاده از پستانبند در جلب توجه نرها موثر است. به زودی در بخش تکنیک جنسی خالص در تمدن جدید به بحث در این باره میپردازیم. از مهمترین علائم خارجی جنسی که در توسعه و تشکیل جفت بسیار موثرند بوهایی هستند که نقش جنسی دارند. با اینکه در سیر تکاملی گونه ما دارای قدرت بویایی ضعیفتر شده اما باز هم نقشه بو در روابط جنسی بسیار مهم است ایجاد عشق نسبت به یک فرد معین بیشتر منشأ شامعی دارد و این معنی که در واقع اثر بوی مخصوص بدن آن شخص در جفت تثبیت می‌گردد کشف این مطلب ما را به چگونگی تغییر بوهای مطبوع در دوره های قبل و بعد از بلوغ می کشنن. قبل از بلوغ گونه ما بوهای ملایم و بوهای میوهی را ترجیح می دهند. اما با فرارسیدن بلوغ تغییر ناگهانی در این سلیقه و انتخاب دیده می شود. به طوری که بوی لطیف گلها، بوهای روغنی و مشکاگین جای بوهای ملایم قبلی را می گیرند. این پدیده در افراد نر و ماده هر دو دیده می شود. اما عمل نرها نسبت به بوی مشک آهو بیش از ماده هاست. اگر در هوا به نسبت یک بر هشت میلیون مشک پراکنده شود، همه افراد جوان گونه ما آن را تشخیص می دهند. این تشخیص دقیق در همه پستانداران عالی به ویژه آنها که قدد مولد عرق دارند وجود دارد. در بدن ما قده بزرگ خاص وجود ندارد که با ترشوهات خود بوی بدن را تغییر دهد. اما تعداد زیادی قده های کوچک مولد عرق و چربی در تمام سطح بدن پراکنده اند. قدد مولد عرق در تمام بدن به ویژه زیر بغل و اطراف اندام های تناسلی دیده می شوند و با وجود کوچکی و سادگی ترشح فوق قوی دارند. وجود انبوه مو در دو نقطه زیر بغل و اطراف اندام های تناسلی بی برای نگهداری بوست. به نظر می رسد که به نسبت انبوهی مو در این بخشها تحریکات جنسی تشدید می گردد. این پدیده هنوز ثابت نشده و مورد مطالعه است. تعداد قدد مترشحه آپوکرین در زنها 75 درصد بیشتر از مردها و این خود در جلب و برخورد جنسی مؤثر است. در پستانداران پست، حیوان نر آنچنان اندام تناسلی ماده را می بوید که از نفس باز می ماند. تغییر مناطق ویژه انتشار بو هم در گونه ما تکاملی است که بر اثر ملاقات های جنسی روبرویی پیدا شده. زیرا از مراکز پخش این بو فقط ناحیه اندام تراسلی در گونه ما با سایر پسانداران مشترک است که آن هم به طرف جلو کشیده شده. اما زیر بغل از مناطق ویژه انسان است. پس به علت اختلافی که گونه ما از نظر های جنسی با سایر جانوران پیدا کرده مراکز تحریک های جنسی او هم به بخش قدامی بدن منتقل شده است. شرایط مربوط به بوها باعث شده که بینی هم در مناسب ترین جای بدن برای استشمام بو هنگام انجام مراحل قبل از جفتگیری و جفتگیری قرار گیرد. مطالعاتی که تاکنون روی زندگی جنسی افراد گونه ما انجام گرفته نشان می دهد که تمایل جنسی بیشتر شده و توسعه یافته است. ارتباط بین جفت ها پایدارتر و مستحکم تر گردیده و تماس بین آنها رضایت بخش شده است. اما برای بهتر شدن آن باز هم باید این ارتباط اصلاح گردد. اکنون به مطالعه روش های جفتگیری پستانداران عالی می پردازی. در این جانوران، نرهای جوان در همه اوقات به سستای وقتی که دفع شهوت کرده اند از نظر جنسی فعالند. زیرا بلافاصله فاصله پس از دفع در دوره آرامش بعد از آن بدن آنها قدرت ساختن مجدد اسپرم های از بین رفته را داراست. در ماده این جانوران جز در دوری تخمک سازی فعالیت جنسی مشاهده نمی شود. یعنی فقط در این دوره ماده هر لحظه آمادگی پذیرش نر را دارد. و اگر جفتگیری صورت گیرد، بی به تشکیل جنین منجر خواهد شد. اما این ماده ها هیچگاه به اوج لذت جنسی نمی رسند. زیرا انزال ندارند تا به وسیله آن از نیازمندی های جنسی خود بکاهند. اما وقتی که در حین جفتگیری هستند تلاش می کنند تا لحظه ای وقت تلف نشود و هر چه زودتر و به هر قیمتی شده عمل باروری صورت گیرد. اگر در حین جفتگیری حس کنند که نر به مرحله انزال رسیده دیگر آمادگی ادامه جفتگیری ندارند. به هر حال پس از انزال نر حیوان ماده بدون کوچکترین هیجان به کنار می رود و مثل آن که هیچ چیز بر آن نگذشته است. چگونگی این پدیده در افراد گونه ما با سایر پستانداران عالی کاملا متفاوت است. در گونه ما ابتدا نر به تنهایی وارد معرکه می شود. اما ماده نیز برای شروع فعالیت ممانعتی نمی کند. به طوری که در پایان کار هر دو از نظر جنسی کارشان تمام شده و قوایشان به تحلیل می رود. درست است که در گونه ما هم برای ماده انزال واقعی وجود ندارد اما در این نزدیکی هر دو نفر به شدت به هم مهر می و در صورتی از برخوردهای جنسی لذت برده و راضی به نظر می رسند که از تشریک مساعی جنسی طرف مقابل خود برخوردار باشد. این برخورداری مشابه سایر پیشرفت است که در رفتار جنسی ما دیده شده و در استحکام و بقای جفت ها و تشکیل خانواده فوقلاد موثر است. به علاوه در گونه ما انزال به خاطر بارور شدن و به امید آن هم انجام می گیرد که این هم از مشخصات ویژه گونه ماست. برای روشن شدن مطلب دوباره نظری به پسندران عالی یعنی پسر اموهایمان میافکنیم وقتی که میمون نر به مرحله انزال میرسد و مایع منی را در دستگاه تناسلی ماده میریزد اگر مایع از راه مجرای تناسلی به خارج بریزد میمون ماده بدون نگرانی شروع به حرکت کرده و چهار دست و پاه را میرود در این صورت بدن تقریبا به وضع افقی قرار گرفته و در نتیجه مجرای تناسلی هم افقی شده و از خروج مایع منی جلوگیری می شود. اما در گونه ما اگر بلا فاصله پس از ورود مایع منی به داخل سا دستگاه تناسلی حیوان ماده راه برود چون دو پا است و در حال عادی وضع قائم داشته و مجرای تناسلیش تحت فشار وزن بدن مقداری از مایه منی خارج شده و از بین می رود. بنابراین تذکر این نکته دقیق لازم است که حیوان نرگونه ما بعد از عمل جنسی و اتمام دوری جفتگیری همچنان به وضع افقی روی ماده می و او را بی حرکت نگاه می دارد. لازم یادآوری است که در این مرحله بر اثر شدت تحریکهای نهایی و فعالیت ها و برخورداری های جنسی و تمام شدن نیروی فعالیت خود ماده هم بی‌حس و حرکت افتاده باقی میماند و این وضع استحکام قضیه را دو برابر می‌کند در نتیجه مایه منی به خوبی به درون دستگاه تناسلی می‌رسد عمل انزال در ماده گونه ما با سایر پسنداران عالی کاملا متفاوت است. هرگاه نر فعالیت جنسی خود را مدت زیادی ادامه دهد ماده به مرحله تحریک نهایی رسیده و در او حالاتی شبیه به لحظه دفع در نر ایجاد گردد که به آن نر کاذب میگویند. مطالعه روی افراد گونه نشان میدهد که مقداری از هورمون‌ها و عناصر مربوط به هر دو جنس در جسم دیگر هم وجود دارد. و همچنین تحقیق و مطالعه در سیر تکاملی جانوران نشان می دهد که گاهی در شرایط ویژه یکی از صفات مکنون بیدار شده و دوباره موجود را به وضع اولیه خود برمیگرداند در مورد جنس می توان گفت او را در شرایط بدی قرار می دهد. در انجام تناسلی ماده های گونه ما عضوی به نام زبان کوچک یا کلیتوریس وجود دارد که فوقالعاده حساس و تحریک پذیر است. این اندام به قسمت انتهایی اندام تناسلی مرد بسیار شبیه بوده و به علاوه تحریک این عضو به تحریک نهایی ماده می انجامد. و حالتی شبیه به انزال پیش میآورد. پس می توان گفت که وجود این اندام در جنس ماده پیشرفت این جنس را در جهت شبیه شدن به جنس نر نشان می دهد. اکنون می توان به این سوال پاسخ داد که چرا اندام تناسلی نر در گونه ما هم از نظر طول و هم قطر بزرگتر از اندام تناسلی سایر پسانداران عالی است. اندام تناسلی شامپانزه نر در مقایسه با اندام تناسلی در انسان شبیه به یک رشته باریک است. پهد و قطور بودن اندام تناسلی مرد مربوط به نوع و ساختمان دستگاه تناسلی زن است. هنگام جفتگیری و زمانی که حرکات منظم کمر در موجود نر موجب ورود و خروج اندام تناسلی نر به اندام تناسلی ماده می شود می توان به ارزش و اهمیت این ساختمان خاص پی برد. وقتی که آلت تناسلی مرد به دستگاه تناسلی زن وارد می شود بخشی که زبان کوچک تناسلی در آن قرار دارد به طرف پایین رفته و هنگامی که آلت خارج می شود آن بخش دوباره بالا می آید. از طرف دیگر، فشار منظم اندام تناسلی نر به این بخش حساس و مالش مرتب آن موجب تحریک کامل این عضو می گردد. زبان کوشک تناسلی در مرحله نهایی تحریک مانند اندام تناسلی نر رست شده و مانند یک انگشت می شود و یا به صورت یک آلت محرک در می آید. پس به طور خلاصه می توان گفت که پیشرفت های اساسی در تکامل جنسی میمون برهنه پدید آمده که تمایلات جنسی و امکانات جفتگیری از آن جملند. این تغییرات در سایر پستانداران عالی دیده نمی شود و این تمایل جدید هنوز در گونه ما هم تثبیت نشده است. مطالعه و دقت در زندگی میمون برهنه نشان می دهد که زندگی مشترک افراد نر و ماده در گونه ما موفقیت آمیز بوده و با تشریک مساعی و کمک جفت ها همراه است